خب در چند روز گذشته خبرهای زد و در شبکه های اجتماعی در این رابطه منتشر شده آخرین جزئیاتی که ما داریم چیست؟ در واقع خبر به طور کلی مبهم بیرون اومد اول گفته شد ایشون رو در جریان تجمع مردم مقابل بیمارستان جمع بازداشت کردند بعد در اتومبیل ون اینترنتی به شلی کردن اونطور که من با خانواده کژوان صحبت کردم ایشون در تهران در یک رستوران کارگری میکرد اون شب دعوت بوده در شهریار در یک خونه باقی اونجا دعوت بوده این خصوصی بوده بعد معمورین انتظامی میریزن اونجا حال برخورد میکنن تذکر میدن در ادامه کارشون کجوان رو به اضافه سرایدار اون باغ رو بازداشت میکنن دو ساعت بعد این معمولین برمیگردن بدون کشوان و سرایدار و از این جمعیت حاضر میخوان که در باغ و هنوز مونده بودن یعنی ساعت 11 شب بوده هلوش یک شب برمیگردن میگن پراکنده بشید منطقه قبل از اینکه برید این کاغذار رو امضا بکنید برگاه سفید بوده اینها مقاومت بکنن و نگران میشن میگن که ما میتونیم بریم از اینجا ولی برگه سفید امضا نمیکنیم این چیه قرار چیش توش نوشته بشه جدل میشه در نهایت اینا چیزی امضا نمیکنن فردای اون روز صاحب رستورانی که کجوان توش کار میکرد خبردار میشه کجوان دیشب کشت شده به برادرش زنگ میزنه و ایشون در واقع با خانواده میان شهریار این چند روز پیگیر بودن جای مشخصی نگرفتن در دادگاه در واقع نظامی دادسرای نظامی شهریار شکایت کردن بهشون گفتن نمیدونیم چقدر صحت داره که مأمور شلیک کننده بازداشت شده پیکر رو هم امروز صبح به وقت ایران فکر کنم ده صبح تحویل دادن در واقع به طرف سنندج پیکر رو بردن آخرین تماس که من داشتم هنوز نرسیده بود سنندج پیکر این در واقع جوان جان باتی سی, ساله بوده دیپلمه بوده آنجا کار می‌کرده نمیدونیم چی رخ داده واقعا در خود همون اتومبیلی که بردنش به شلیک کردن هنگام پیاده کردن در بازداشتگاه چون اون جوان سرایداری که باش بازداشت شده هنوز در بازداشت و احتمالاً اون می‌تونه شهادت بده که واقعا چی رخ داده به این ترتیب هنوز مشخص نیست میدونیم حتی ویدیوی منتشر شده بود در شبکه اجتماعی که عموی ایشون که در اقلیم کردستان ساکنه گفته بود در اتومبیل به شریک شده این شعار داده مقاومت کرده ما واقعا نمیدونیم آیا به همین شکل بوده اما اینو میدونیم که این حکم بازداشت نداشتن این جوان کار خلافی نکرده به گفته شاهدان در میهمانی و بازداشت و اون به طور کلی غیر قانونی بوده و قتلش هم دیگه قتل در واقع دولتی هست به دست مأمون دولتی خب حالا با توجه به همین خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده آیا واکنشی از مسئولان قضایی امنیتی داشتیم در ایران عملا خیر یعنی به رویه که اونجا حاکم هست اونا سکوت میکنن و ترجیحشون این هست که خود آدم سکوت بکنن فشاری هم آوردن که ما پیگیری میکنیم شما شکایت بکنید مامور توبیخ میشه از صندوق دولت دیه پرداخت میشه رسیدگی میکنیم رسانه ای نش اما عملا رسانه ای شد و الان در واقع به تعبیر رایج توپ تو زمین اونها از و باید پاسخ بدن ظاهرا این شیوه انکار کردن و سکوت و نادیده گرفتن شیوه رایجی هست اما این امیدواری وجود داره که این باستاب رسانی باعث بشه که هم وکلا کمک کنن به خونه چون وکیل ندارن امکانش رو ندارن وکلا کمک به خون واده پیگیر موضوع بشن و در واقع کشف بشه حقیقت که چرا این جوان بیگناه رو میدونیم بی گناه هست چون اصلا حتی جلب برگه بازداشت نداشتن که خیلی مورد اصلا غیر قانونی صادر میشه و حداقل مشخص بشه به چه دلیلی به شلیک شده و چرا جونش از دست داده الان خانوادهشون پیگیری‌های های دیگه انجام دادن یا منتظرن که واکنشی ببینن یا بهشون خبری داده بشه تا جایی که من میدونم غیر از ثبت شکایت در دادسرای نظامی شهریار کار دیگه ای نکردن این چند روز رو اینها شهریار در روز جمعه خواهان پیکر فرزندشون بودن مقاومت میکردن در نهایت امروز پیکر رو تحویل دادن و الان دارای سرانجام متشکرم از شما سپاس شاید علوی همکارم که اینجا در استودیو بود